به همه همراهان فرالرن، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این جلسه میخواییم در مورد تگ‌هایی صحبت کنیم که با استفاده از اونها میتونیم ساختار صفحمون رو تمیزتر و خواناتر بکنیم. خب ببینید، تا الان چیزی که من به شما گفتم یه تگ HTML بوده که داخلش یه تگ هد داشتیم و حالا در کنارش هم یه تگ بادی داشتیم، یعنی کل ساختار HTMLی که ما ازش صحبت کردیم همین بوده. و اگر شما تا الان کار نکرده باشید، حدس میزنم که ذهنیتتون هنوز ساخته نشده، یعنی اینکه توی ذهنتون هنوز نتونستید تصور کنید که الان این تگ هایی که آموزش دیدیم، مثلا تگ A، تگ های هدینگ، اینا رو چطوری کنار هم بذاریم که تبدیل به یه وبسایت بشه. خب یه مقدار از این ساختار هد و بادی ما میتونیم جزئی تر کار بکنیم. به عنوان مثال بذارید این سایت W3 Schools رو ببینیم، روش میخوام یک مثال بزنم. این بخش بالایی رو خب ما بهش میگیم هدر سایت، این بخش سفیده ما بهش میگیم هدر سایت. مثلا این بخش مشکی رنگ رو ما بهش میگیم نوبار سایت، خب، و بخش کناری ما بهش میگیم ساید بار سایت، و این بخش سفیده هم کلش میشه بخش اصلی سایت یا مین، و در انتها هم این پایینه میشه فوتر سایت. خب و حالا کافیه که ما زمانی که بخوایم هدر رو بنویسیم، کدهای هدر رو بنویسیم داخل یه تگ مخصوص به خودش باشه، کدهای نوار رو بنویسیم داخل یه تگ مخصوص به خودش باشه، و یه مقدار این جزئی تره، یعنی از این ساختار HTML هد بادی ما قرار جزئی تر کار بکنیم. اولین تگی که هست تگ هدره. ما یه تگ هدر داریم که کدهای مربوط به بخش هدر رو داخل این می نویسیم و زمانی که تموم شد دیگه اون رو می بندیم. بخش بعدی و تگ بعدی تگ نو هست که این هم دقیقا به همین صورت. ببینید اینها تگ های معنایی هن. یعنی هیچ ظاهر خاصی به اون، یعنی هیچ استایلی، هیچ ظاهری به اون تکس هایی که ما می نویسیم، اون چیزهایی که زیر مجموعش قرار میدیم نمیده. یعنی کلن فقط یک حالت کانتینر، یک حالت ظرف داره که اینها رو داخل خودش نگه میداره و کلن برای این ساخته شده که کد ما خواناتر بشه. همین. حالا این ساختاری که میتونه استفاده بشه در پروژه‌ای که شما میزنید، هدر سایت رو که کدش رو اینجا می‌نویسید، نوار سایت هم که کدش رو اینجا می‌نویسید، حالا بخش اصلی سایت رو شما می‌نویسید داخل تگ مین به این صورت، و بخش پایینی سایت هم می‌نویسید داخل تگ فوتر به این صورت. خب پس اینا چیزهای عجیبی نیستن، اینها به هیچ وجه چیزهای عجیبی نیستن، و فقط شما باید بدونید این تگ‌ها رو که ازش استفاده بکنید. اگر هم استفاده نکردید خیلی مشکلی پیش نمیاد، یعنی بگید خب من نمیخوام از این ساختار استفاده کنم، هیچ ایرادی نداره. خیلی از پروژه هستن که از این ساختار استفاده نمیکنن، اصلا از این تگ‌ها استفاده نمیکنن، اما به هر حال وقتی قابلیتی به وجود اومده، تگی به وجود اومده که ما میتونیم ازش برای خواناتر کردن کدمون استفاده کنیم، چرا استفاده نکنیم؟ خب حالا داخل خود مین ما میتونیم از یه تگ داخلی دیگه استفاده کنیم، تگ سیکشن. خب این تگ سیکشن جزئی تره، بذارید داخل وبسایت نشونتون بدم. مثلا این باکسه میتونه این یه سیکشن باشه. سیکشن چیز عجیبی نیست، سیکشن یه بخشه، یه بخش از وبسایت هم. مثلا این ایزی لرنینگ تا پایین، کلن این سیکشن ایزی لرنینگ، یعنی از اینجا مثلا تا اینجا، این میتونه یه سیکشن باشه. HTML example، این میتونه یه سیکشن باشه. HTML exercise، نه فقط این تکسش ها، تا پایین، تا جایی که توضیحات مربوط به HTML exercise وجود داره. خب این هم میتونه یه سیکشن باشه. ببینید همه اینها داخل تگ مینن ها، یعنی HTML example داخل تگ مینه، easy learning داخل تگ مینه، اما هر کدوم از اینها یک سیکشن. پس سیکشن یه مقدار داخلی تر، یه مقدار جزئی تر نسبت به تگ مین، و حالا خود این سیکشن هم شما میتونید داخل تگ فوتر و بقیه تگ ها هم استفاده بکنید. ببینید
موردی که وجود داره اینه که زمانی که شما یک تگ رو یاد میگیرید، خب به سه تا نکته باید توجه کنید. اول از همه بذارید من یه اینجا H1 بنویسم هلو، یه خروجی ازش میگیرم و تگ هایی که ما نوشتیم رو ببینید. اول از همه باید ببینید این تگی که شما استفاده میکنید چه استایل یا چه ظاهری به اون برنامه شما میده. الان تگ هدر من چه ظاهری میده؟ اینجا نوشته دیگه استایلاشو، فقط میاد و یه دیسپلی بلاک میده. راجع به بلاک این لاین ما صحبت کردیم جلسه قبلی، گفتم این زمانی که ما از تگ بلاک استفاده کنیم، یه تگ بلاک باشه تا انتهای صفحه میره. الان هدر ببینید تا انتهای سطر رفته. خب حالا تگ H1 چه استایلی به ما میده؟ ببینید میاد مثلا فونت سایزش رو بزرگتر میکنه، فونت ویتش رو بزرگتر میکنه، بولد میکنه. پس نکته اولی که در مورد تگ ها باید توجه کنید اینه که ببینید چه استایلی به ما میدن. این فقط یه دیسپلی بلاک که هیچ استایل خاصی نیست، اصلا مهم نیست. پس تگ هدر یا تگ مین یا تگ فوتر یا تگ سیکشن هیچ استایل خاصی به ما نمیدن. نکته اول. نکته دوم، باید ببینیم که اینها کد ما رو خواناتر میکنن یا نه. خب الان تگ هدر شما فرض کنید این برنامه‌مونه، کدهای هدر داخل این بخشه، کدهای نویگیشنمون یا نوبارمون داخل این بخشه، کدهای بخش اصلی وبسایتمون داخل این بخشه، هر کدوم از بخش‌های صفحه اصلیمون مثلا داخل این بخش تگ سیکشنه و کدهای فوترمون هم داخل فوتر. خب این خیلی تمیز شد و خیلی مرتب شد دیگه، ما میتونیم متوجه بشیم و راحت‌تر اون کدهایی که می‌خوایم رو پیدا بکنیم. پس خوبی که داره اینه. نکته سوم، باید ببینیم تگی که ما استفاده میکنیم داخل SEO تأثیر داره یا نه. مثلا تگ های هیدینگ داخل SEO تأثیر دارن و ما حتما باید از اینها استفاده کنیم. ولی خب تگ های هدر و مین و سیکشن و اینا اونقدر داخل SEO تأثیر ندارن که بگیم ما به خاطر SEO میخوایم این کار رو انجام بدیم. خب پس جمع‌بندی می‌کنیم. ما الان چند تا تگ معرفی کردیم که میتونیم یک ساختار بهتر برای فایلمون درست بکنیم، برای فایل HTMLمون. به این صورت استفاده ازش به هیچ عنوان ضروری نیست. شما میتونید از تگ نو استفاده نکنید، میتونید از تگ مین استفاده نکنید، میتونید از همه‌شون استفاده نکنید. استفاده از اینها اصلاً ضرورتی نداره. خیلی‌ها از اینها استفاده نمی کنم، پروژه زیادی هست که من دیدم و از اینها استفاده نکردم. اما اگر می خواهید کد تمیز بزنید و یه مقدار حرفه‌ای بشید، خب اینطوری نیست که بگید اینا رو من بزنم دیگه مثلا صد HTML بشم، نه، یکم توی حرفه‌ای بودنتون تاثیر بهتری داره. اگر می خواهید یه مقدارم حرفه‌ای تر بشید و کد تمیزتری بزنید، حتما از این تگ ها استفاده بکنید. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و خدا نگهدار.